دوستان دوست مرا داد جواب، چه به از لذت همصحبتی دانایی، چه به از لذت همصحبتی دانایی. آسمان بود بدان گونه که از سیم سپید، میخ‌ها کوفته باشد به سیه دیبایی، یا یکی خیمه صد وصله که در طول زمان پاره جایی شده و سوخته باشد جایی. گفتم از راز طبیعت خبرت هست؟ بگو. گفتم از راز طبیعت خبرت هست؟ بگو. منتهایی بودش یا بودش مبدایی؟ گفت از اندازه ذرات محیطش چه خبر، حیوانی که به جنبت به ته دریایی. گفتم این گوی مدور که زمین خانی چیست؟ گفتم این گوی مدور که زمین خانی چیست؟ گفت سنگیست کهن خورده بران تیپایی. گفتم این انجم رخشنده چه باشد به سپهر؟ گفت بر ریش طبیعت توف سربالایی. گفتمش هزل فرونه سخن جد فرمای. گفتمش هزل فرونه سخن جد فرمای. گفت والاتر از این دنیای دون دنیایی. گفت والاتر از این دنیای دون دنیایی. به نام خدای ایران و به نام ملت ایران، برنامه بشنویم بیاندیشیم بدانیم رو با چامه از ملک و شعرای بهار آغاز کردیم. بینندگان ارجمند، استاد ارجمند آقای دکتر حشمت عاملی روی خط هستند. ایشون دو برنامه هست که در زمینه فدراتیو و یا به گفته دیگر عدم مرکزیت دولت مرکزی و مسائلی که پیش میاره، چه مسائل مثبت و چه مسائل منفی، من گفتند و چون گفتگو و جستار بسیار گسترده است، این است که به دنبالش به برنامه سوم کشیده. در درازای این یک هفته ای که گذشت، یکی از بینندگان نامه ای نوشته بود برای آقای دکتر عاملی و پرسیده بود که اگر ایران فدراتیو بشه، مرز میان کردستان و آذربایجان کجا خواهد بود؟ چون گویا در برخی از مناطق میان این دو استان درخواست‌ها و ادعاهایی شده و همین پرسش رو به آقای دکتر من عرض کردم و ایشون در این زمینه هم سخن خواهند گفت. درود بر شما آقای دکتر حشمت عاملی. درود به جناب عالی آقای دکتر انقطاع و درود به همه بینندگان و شنوندگان گرامی. بله آقای دکتر، پرسش رو که میدونید و دنباله بحث هم که خودتون دارید. بله بله، اگر بخوایم اون سوال در واقع دو تا بود، یکی همینی که جناب عالی فرمودید، یکی هم یک استاد فرزانه ای از سوئد. بله. سوال کرده بودن که اگر بخوایم فدرالیسم رو در ایران پیاده کنیم، حدود کردستان چطور تعیین میشه؟ بله، تقریبا همون. هر دو سوال بسیار مهمه و بسیار به جا و واقعا اگرم وارد به اون نمیشدیم بحث ما ناقص بود. بله. اما البته این سوال از مبحث حقوق سیاسی خارج میشه و وارد میشه در مبحث حقوق اداری. اما از اونجا که حقوق سیاسی و حقوق اداری هر دوشون از حیث تقسیمات و حقوق در یک کلی قرار دارن به اسم حقوق عمومی، بنابراین ورود ما به این برای بنده مجازه. حتما آقای دکتر. عرض کنم خدمتتون که در این مطلب باید بدونیم که اگر بخوایم موضوع رو دنبال بکنیم، وارد بخشی از حقوق اداری میشیم به اسم تقسیمات کشوری. در ایران ما زمان قاجاری تا پیش از مشروطیت
ایران به 4 ایالت و چند ولایت مستقل تقسیم میشد. به ایشون ممالک هم میگفتن. بلکه به اون ایالت ممالک هم میگفتن و میگفتن ممالک محروسه ایران. محروسه بله. هر ایالت هم خودش چند ولایت جداگانه داشت. هر ایالت یک والی داشت که معمولاً از شاهزادگان قاجار بود و هر ولایت هم یک حاکم یا حکمران داشت. بله. شهرهای تابع ولایت هم یک نایب الحکومه داشت. اون 4 ایالت ایران عبارت بود از آذربایجان، خراسان، فارس، کرمان و بلوچستان. خوزستان کجا بود اون وقت؟ بله. خوزستان تکلیفش چی میشد؟ خوزستان تابع فارس بود حتما. ولایت بود. ولایت بود. بله. یعنی چند ولایت بود، یکیش مثلا بهبهان بود، اون دزفول و شوشتر و اینا یک ولایت بود، اهواز و اینا همینطور، گیلان، مازندران، استراباد که حالا شده گرگان. خب این ولایت ها تابع ایالت ها بودن؟ اینا تمام ولایت حساب میدونم تابع ایالت بودن یا مستقل با مرکز اینا که اسم بردم مستقل بودن. بودن که مستقیما با پایتخت مربوط میشدن و از پایتخت دستور میگرفت. بله. بعد از استقرار مشروطیت در زمان رضا شاه یه قانونی از تصویب مجلس گذشت به اسم قانون تقسیمات کشوری. به موجب این قانون ایران به 10 استان تقسیم میشد از این قرار، و این 10 استان هم شماره داشت نه اسم. اسم نداشت شماره. بله. استان یکم شامل تمام منطقه گیلان به اضافه زنجان، استان دوم شامل مازندران و استراباد و صحرا کالا میگن گرگان و دشت، و بعد هم اسمش شده گلستان. بله. به اضافه شهرهای شاهرود و دامغان و در جنوب، در غربش از شهسوار شروع می شد، شرقش هم به حدود بجنورد تمام می شد. بله. استان سوم تمام آذربایجان شمالی و شرقی و غربی و اردبیل بود. استان چهارم کردستان بود، البته در عمل منهای شهرستان گرروس. صحیح. الان شهرستان گرروس جزء استان کردستانه، ولی اون موقع جدا بود به دلیل اینکه تنها شهری بود از استان کردستان که مردم شیعه مذهب بودن. تمام شهرهای استان کردستان سنی هستن به استثنای گرروس که اون نظام الملک گرروسی هم بله اونجا معروف بود. بله. به حال اینا شیعه بودن. به استان پنجم کرمانشاه بود، استان ششم خوزستان بود شامل همه خوزستان فعلی به اضافه خرم‌آباد و بروجرد که امروز مجموعا لرستان بود. لرستان. در غربش هم تا بهبهان و کوهگیلویه استان خوزستان ادامه داشت. استان هفتم فارس و بنادر بود که بوشهر و برازجان و اینا هم جزش میشد. استان هشتم شامل تمام کرمان و بلوچستان فعلی بود تا بندر عباس و چابهار. استان نهم خراسان بود. شهرستان های خارج از این 9 استان همونطور که عرض کردم مثل همدان و اصفهان اینا مستقل بودن. بله. و بالاخره استان دهم استان مرکزی بود که تهران هم جزش بود. بعد از وقایع شهریور 20 شهریور 1320 و خروج رضا شاه از ایران و آغاز پادشاهی محمد رضا شاه پهلوی، این تغییرات اسمن باقی موند، یعنی رسمن باقی موند ولی اسمن همه برگشت به حالت اولش. یعنی مثلا فرض کنید گیلان، همون گیلان باقی موند که یک حکمران داشت و استان گیلان استاندار داشت، ولی زنجان سوا بود. صحیح. و یه فرمانداری که داشت مستقیما با تهران تماس داشت.
بعد به تدریج این استانها زیاد شد، مثل یزد، مثل همدان و از این سمنان و دامغان و شاهرود یه استان شد، اینا اضافه شدن. اون وقت مثلا اصفهان همینطور یا نطنز جز کاشان بود، حالا نطنز خودش یه شهرستان شده که شده مرکز اتمی ایران. بله. عرض کنم که کاشان همینطور. و اما در مورد سوالمون که حدود کردستان چطور باید تعیین؟ نه حالا آی دکتر، خب دنباله چی شد بالاخره؟ بعد من میدونم که تا 20 استان رسیدن، بعد یعنی اضافه شدن 14 استان شد و بعد 20 استان، حالا هم نمیدونم مسکن 30-40 تا استان. حالا رسید به جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی هم دیگه تمام اون شهرهای بزرگ رو تبدیل به استان کردن. قزوین شده استان، بلخ شده استان، گرگان شده استان، یزد شده استان، اینا تمام استان شدن. همدان شده استان. به هر حال اینا توسعه پیدا کردن. و حالا اینا مقدمات رو گفتم که اون تقسیمات کشوریمون چطور بود. حالا نه، پیش از اینکه بپردازیم به اون، دو پرسش من دارم. برای اینکه جناب عالی خودتون اصلا در وزارت کشور معاونت وزیر رو در همین رشته ها گویا داشتید، در همین زمینه ها بوده، بنابراین میتونید این دوتا رو، یعنی بهترین مرجعی هستید که میشه پاسخ بدید. یکی اینکه این استان ها، حالا هرچی، یا شماره داشتن یا نام داشتن، اینها تا چه پایه دارای استقلال اجتماعی و اداری بودن؟ اینا از نظر مردم هیچ شانسی نداشتن. تنها حکومت محلی که ما اون موقع داشتیم شهرداری ها بود. بله. شهرداری ها هم باز یه قانون داشت مال زمان رضا شاه به اسم قانون بلدیه. بله. که دیگه هر شهری که شهرداری داشت که بله. میگفتن بلدیه. بله بله. سه برابر تعداد اعضا انجمنش انتخاب میکرد، بعد اینو میفرستادن به تهران، بنا به توصیه فرماندار یا استاندار 15 تا یا تعداد اعضا انجمن هرچی بود، 10 تا 7 تا هرچی بود، وزارت کشور تعیین میکرد. شهردار هم مستقیما از طرف تهران تعیین میشد. این تنها حکومت محلی بود که اون موقع داشتیم، بقیه کاملا تابع دولت مرکزی بودن. همه چیز تابع دولت مرکزی، چه استاندار چه فرماندار، همه از طرف دولت مرکزی انتخاب، همه چیز از طرف دولت مرکزی تعیین میشد. بله. دقیقاً همینطور. این یک. پس چه سودی داشت اصولا نام میبذارن برای اینکه استان یکم، دوم، سوم؟ برای اینکه وقتی که همه تابع دولت مرکزی بودن دیگه مرز مطرح نبود بین استانها، که اگر زمانی ما میتونیم بگیم مرز استانها رو باید بررسی کنیم که استانها مستقل باشن در کارشون، یعنی تا اون اندازه‌ای که به استقلال کلی کشور لطمه نخوره. اون موقع خب یه شهرستان رو میگفتیم این تابع اون استانه یا این استان، اما وقتی همه تابع دولت مرکزی هم دیگه اصلا مفهومی نداره مرز بین این استانها. حالا عرض میکنم. بله. این مرز سیاسی نبود در نظام فدرال. بله. این تعیین مرزها در واقع جنبه سیاسی داره. بله. اما در نظام متمرکز جنبه اداری داره. یعنی اون استانداری که تعیین میشه برای گیلان معلوم بشه بعد قلمرو فرمانرواییشون کجاست. صحیح. حدود صلاحیت مداخلاتش در امور مردم و کجاست، و مردم اگر مسائلی داشته باشن مرجعشون مشخص باشه که مثلا در رشت یا در زنجان. بله. یا در حقیقت مربوط میشه به استقلال اداری و اجتماعیشون، نه سیاسی. نه سیاسی. بله. بله. مطلقا جنبه سیاسی نداشت، جنبه اداری داشت. درست. بله. اما باز برسیم به همون سوال خودمون. بله. مسئله حدود کردستان که خب البته خیلی قابل مطالعه است، همونطوری که الان جناب عالی هم اشاره کردید، این کردستان یه اسم بعد شد یه عدد، تا اونجایی که حالا بخوایم در یه سیستم فدرال وارد بشیم صحبت بکنیم، میگیم که کردستان کجاست. کردستان جاییست که
اکثریت مردمشون رو هموطنان کرد ما تشکیل میده. درست. بعد بلا فاصله این سوال تشکیل مطرح میشه، ما چه کسی رو کرد میدونیم؟ اینجا وارد میشیم در یک مبحثی از حقوق بین الملل خصوصی که برای تابعیت سه قاعده پذیرفته شده. در همه دنیا این سه قاعده عمل میشه، یکی قاعده خونه، یکی قاعده خاکه و یکی قاعده قانونی، به اصطلاح ناتورالیزه کردن یا صفت اون کشور رو دادن. مسئله خاک این است که بگوییم که هر کس در کردستان متولد بشه کرده، یا هر کس در ایران متولد بشه ایرانیه، یا هر کس در حال حاضر این قانون در امریکا هست، هر بچه که در امریکا به دنیا بیاد امریکاییه، این چه مادرش مکزیکی باشه چه ایرانی باشه، پدرش همینطور، هیچ تأثیری در مطلب نداره. این قاعده خاک اینجا پذیرفته شده. در بعضی کشورها اصل خون رو مأخذ قرار میدن، یعنی نسبش، اگر پدر و مادر ایران باشن و بچه ای ازشون در امریکا به دنیا بیاد، از نظر قوانین ایران ایرانی شناخته میشن. بله. اون بچه البته از نظر قوانین امریکا امریکایی خواهد بود. درست. این چک دوم، پس یکی شد اصل خاک، یکی اصل خون، بله، و بعد اصل ناتورالیزه کردن، یعنی صفت ملی دادن، مثل کاری که در مورد همسر اول محمد رضا شاه، بله، مجلس کرد، بله، ایرانیون اصلش شده قانون اساسی ولیعت، موقعی میتونه کسی باشه که از پدر و مادر هر دو ایرانی باشن. بله. و فوزیه ایرانی نبود، مصری بود، ولی مجلس ایرانیون اصلش کرد. پیش از اون یه قانون گذروندن و به اون صفت ایرانی اعطا کردن. بله. کاری که الان در امریکا میکنن اسمش میذارن ناتورالیزیشن. بله. یعنی اینا که سیتیزنشیپ میشن، ناتورالیزه میشن، یعنی صفت امریکایی بهشون داده. بله. میشه. من یادمه که اون زمانی که فوزیه جدا شد از محمد رضا شاه و برگشت به مصر، روزنامه فکاهی در ایران چاپ میشد به نام بابا شمل، و زمانی که ایشون رفت، رئیس، یعنی اون موقعی که این قانون رو گذروندن، رئیس مجلس محتشم السلطنه اسفندیاری بود. درست. ولی زمانی که فوزیه طلاق گرفت محتشم السلطنه درگذشته بود. درست. بعد یک کاریکاتوری کشته بود بابا شمل که رفته بود سر مزار محتشم السلطنه، گفته بود بابا بلند شو بیا، اینی که ایرانی رو اصلش کردی دوباره مصری رو اصلش کن. بله. بله بفرمایید. و این آخری به نظر من خیلی مسخره است که یه قانونی بیاد نژاد و نمیدونم ریشه و همه چی یه نفر بخواد عوض کنه. نه خب الان شما ملاحظه این نژاد و ریشه عوض نمیشه. خب وقتی که قانون اساسی میگه مادر باید ایرانی باشه، مجلس هم بیاد بگه بله ایشون ایرانی الاصله، آخه خب این معلومه که یه چیز ساختگی است. الان چطور این همه ایرانی سیتیزن امریکا شدن و امریکایی؟ ببینید سیتیزن شدن ولی امریکایی الاصل نیستن. امریکاییان به ماها میگن ایران و امریکن، یعنی ایرانی که در امریکا هست و امریکایی شده، ولی ما ایرانی هستیم. این تا اونجایی که من یادم صفت ایرانی بهش دادن. بله. ایرانی الاصل. نه نه اصلا این ماده واحده من یادمه آقای دکتر. خیلی نه شما ماده واحده رو نگاه کنید. بله چشم. مطمئنم. اصلا میاریمش ببینیم چیه. ریشه و این چون ریشش عرب بود و مصری بود نمیتونن این کارو بکنن. همین. آدم با سواد اون موقع زیاد داشتیم. بله بله. من خوب یادم صفت ایرانی بهش اعطا شد. آخه مفهومی نداره صفت ایرانی یعنی چی؟ ما ناتورالیزه میشن ایرانی ها. امریکایی نمیشن ولی صفت امریکایی بهشون داده میشه. بله. بچه هایی که از اینا به اینا دنیا میاد دیگه خودشون به طور طبیعی امریکایی خواهند بود. بله. بله. حال این سه اصل رو برای شهروندی میگن، برای وابستگی به یک کشور. بله. خب. حالا برگردیم به کردستان. برگردیم به کردستان.
حالا بعد آیا بایستی که چه جور تلقی بکنیم؟ هر جایی که یک کرد هست اونجا کردستانه یا هر جا که اکثریت کردن؟ بله. همین ایست که خیلی ساده قبول میکنیم اونجا که اکثریت مردم کردن. درست. اون وقت چه مشکلاتی الان این مسئله فدراتی یا یعنی سیستم فدرال در برای ایران به صورت یک چیز وحشت زده‌ای وحشتناکی جلوه‌گر شده و حال اون که علتش هم من میدونم چیه. علتش این فدرال شدن عراق که یه چیز ناقصی گذاشتن، هیچم نمیفهمم برای چی اینجوری کردن. بله. چطور ممکنه که یک بخشی از یک کشور فدرال باشه، به حساب یک کشور فدره باشه، بعد بقیه دیگه نباشن؟ بله، نمیشه. بله، این یک کار ناقصی. بعد اون وقت نکته مهم در مسئله فدراسیون این مسئله دو مجلسیه. اگر یک سیستم فدرال دو مجلسی از نوع فدرال نداشته باشه اصلا بیمعنیه. بله، باید دو مجلسی. ایجاد واقعا الان شورش های بزرگی که در عراق میشه منشأش همینه. بله. دنیا رو هیچ به هیچ حساب میارن و حال اون که از روزی که دولت کشور عراق تأسیس شد تمام قدرت در دست سنی ها بود. بله، در اون موقع. خب شما ببینید اگه نظرتون باشه پیش از این که قانون اساسی جدید تنظیم بشه یه بحثی داشتیم با جناب عالی در این مورد که من گفتم هیچ راهی ندارن جز دو راه. یکی راهی که در لبنان کردن. بله. این صورت رئیس مجلس و سنی و مسیحی. درست. گفتن رئیس جمهور مسیحی باشه، رئیس مجلس شیعه باشه، رئیس دولت سنی باشه. این کار در اینجا نکردن. گفتن راه دومش اینه که دولت فدرال تشکیل بدن. یعنی اگر میشه دولت فدرال مملکت به همون سه تا تقسیمات طبیعی خودش تقسیم بشه، یعنی منطقه کرد نشین بشه یه دولت فدره، منطقه مرکزی بشه که بیشتر سنی ها در اونجا هستن یه فدره بشه، یک فدره بشه و بالاخره منطقه جنوبی که مرکزش بصره هست شیعیان هستن اونجا بشه. بعد تمام اینها در مجلس دوم مشکلشون حل میشه. مجلس دوم همون چیزیست که در فدرالیسم امریکا بهش میگن سنا. سنا. در سنا با این مجلس دوم اختیارات مهم و مداخلات مهم در سرنوشت کشورهای جز در سنا حل و فصل میشه. سیاست عمده مملکت حتی اعلان جنگ و صلح به عهده سناست و در این مورد کمترین کشوری کم جمعیت ترین مثل نوادای ما و یک کشور پر جمعیت مثل کالیفرنیا، کالیفرنیای شما همه دو رأی دارن. هر دو تا وکیل، دو تا سناتور دارن و دو تا رأی دارن. در این صورت دیگه مشکل ایجاد نمیشه. الان اگر در عراق این کارو میکردن و سنی ها مثل شیعه ها مثل کرد ها در سنا دارای حقوق مساوی بودن و حل و فصل مسائل عمده سیاسی رو به عهده سنا میگذاشتن، این فکر نمی کنم دیگه این مشکلات مطرح بشه. چرا نکردن و یا در آینده خواهند کرد اینا؟ نه. دیگه اون چیزی که واقعا نه، اینا اصلا بدون برنامه است. مثلا الان گفتن سنی ها گفتن 20 کرسی به ما بدین شیعه ها ما دیگه حل میکنیم شما. اصلا یعنی چی 20 کرسی بدین؟ آخه نمایندگان اونا رو اون اشخاص رو انتخاب کردن دیگه، نمیشه 20 تا شداد به سنی ها. اصلا معلوم نیست چه جوری میشه. حالا همین اگر مجلس دوم فدرال داشته باشن حل میشه این مسئله، مطرح نمیشه. بله. این گرفتاری ها همه حل میشه. و بعد یک مسئله دیگری که باز هموطنان ما به شدت از فدرالیسم در ایران وحشت دارد مسئله اختیارات. این در این مسئله دو تا نکته، یکیش همون مسئله مجلس دوم بود که در حقوق سیاسی بهش میگن بیکامرالیسم. بله. یکی دیگه مسئله منابع ملیه. درسته. بله. الان همین امریکا با این که کالیفرنیا
نوادا، نمیدونم اورگان یا استیت واشنگتن یا دیگران، این 50 تا مستقل هستن، به رئیس جمهور اختیار داده شده که هر منطقه رو به صلاح دیده، به صلاح ملت امریکا اجازه داده میشه که اون منطقه رو ملی اعلام کنه. الان در این کالیفرنیای شما تمام اون منطقه یوسمیتی ملیه. درست. یعنی از ایته اختیار دولت خارج تابع دولت فدراله. یا تمام جنگل‌های مهم، مناطق جنگلی در شمال امریکا داریم، در جاهای دیگه داریم که تمام اینا رو ناسیونالیزه کردن. یعنی اگر یک وقتی ایران فدراتیو بشه، باید منابع نفت و اون پالایشگاه ها همه ملی اعلام شه، تمام که سودش برسه همه استان ها. چیزی که بوده و بعدم واقعا ملت اینا عادت کرده به این امر. بله. همینطور چیز منابع عمده تولید، مثلا فرض کنید اگر برق اتمی در ایران واقعا ایجاد شد، که دلیلی من نمیبینم نشه، چرا نشه، بشه. بله. اگر ایجاد شد و درآمد زیادی داشت، این درآمد فقط مال همه یا فرض کنید مال نمیدونم اصفهان یا مال بوشهر نخواهد بود، برای تمام ایرانه. بله. همینطور باز مهمتر از اون عواید گمرکی، الان اگر در کشور ما دسانترالیزاسیون عملی بشه و این تقسیمات بشه و حکومت‌های محلی به وجود بیاد، منبع عمده درآمد گمرکات از بنادره. اصلا هر نوع درآمدی، هر نوع درآمدی باید ملی باشه. اینا باید ملی بشه. اون وقت در اون صورت دلیلی نیست اون چیزی که خطرناکه برای ایران و ممکنه به تجزیه منجر بشه خودداری از فدرالیسمه. بله. درست به عکس اون چیزی که فکر میکنن. عده فکر میکنن که اگر ایران فدرال بشه به تجزیه منجر میشه. عقیده بنده به عنوان یک متخصص حقوق سیاسی صریحا اعلام میکنم اگر نشه تجزیه میشه، خطر تجزیه داره. بله. وقتی که کردستانی به وجود آمد، اولا کردستان خیلی جالبه، من این کردستان رو همیشه مطرح میکنم. آقا کردستان، تمام کردستان فعلی در تاریخ ایران و تمام عراق فعلی مال کردستان. درسته؟ در زمان نادرشاه همینطور بود، مال ملت کردستان. بله. اگر الان یک کرد در عراق به عنوان رئیس جمهور انتخاب شده، به حق انتخاب شده، به ارث پدر اجدادیش رسیده، یه ایرانیه. بله درست. یه ایرانیست که پایتختش در تیسفون بوده، خرابای مدائن که اسمشو گذاشتن مدائن. بله. تیسفون هنوز هست. بله. بغداد رو با آجرای دزدیده شده و خرابهای مدائن ساختن. بله. تازه خود بغداد هم اسمش فارسیه. بله، اون که چندین نام بررسی شده روش، یکی باغ داده. بله. خداداده. بله. یکی خداداده، یکی داد به معنی قانون در فارسی کهن، پس یعنی قانون خدایی. یکی باغ داده یعنی باغ قانونه، یکی باغ داد عدل، همه جور معنی میده. به هر حال همش فارسیه. همش فارسیه. بله. اینا تمام مال. پس این آقای ایرانی، یک ایرانی بالاخره بعد از 1400 سال به خانه آبا اجدادی خودش در تقسیمات هم اگر دقت کنید میگن اعراب شیعه، اعراب سنی و کردها، چون کردها عرب نیستن. خود کردها خودشون هم قبول دارن که عرب نیستن، و سنی ها و شیعه ها هم قبول دارن که اینا عرب نیستن. به هر حال آقای دکتر، وقت ما خیلی 7 دقیقه هم گذشت، اشکالی نداره، بحث بسیار شیرین بود و باید شناخته شده بود. دنباله این کار رو باز می‌ذاریم برای هفته آینده. امید خدا. شب و روز شما خوش. شب و روز جناب عالی و همه شنوندگان. خدا نگهدار. بینندگان ارجمند، می‌بینیم پیام‌های بازرگانی رو می‌بینیم و می‌شنویم، برمیگردیم. یکی دو نکته است من برای شما خبر هست بررسی می‌کنم و اگر زمانی مونده باشه میریم و به بینندگان هم پاسخ میدیم. میریم پیام ها رو میبینیم و باز میگردیم. بفرمایید. الو. الو. بفرمایید.
درود بر شما جناب امپراتور. درود. از اروپا زنگ میزنم. خواهش میکنم. قبلا میخواستم راجع به صدای من میاد؟ بله بفرمایید. راجب اولا راجب صحبت جناب عالی میخواستم یه توضیح بدم راجب فدرالیسم. نظر خودم خدمتتون عرض کنم. فقط وقت ما تنگه. خیلی بغداد، اسم بغداد چون شما فرمودین، یه چیزی بگم. من تو کتابای تاریخ خوندم بغداد یک دهی بوده در کنار تیسفون پایتخت ایران. بله. که فاصلهش تا تیسفون عین فاصله تهران تا کرج حدود 30 بله. بوده. بله. و یک بازاری بوده که سالیانه اونجا مثل نمایشگاه های بزرگ امروزی، البته به سبک اون موقع، سالیانه بازرگانان مختلف می اومدن از نقاط مختلف ایران و اون سوریه و روم و اینا می اومدن اونجا کالاهای خودشون عرضه می کردن. که در سال 13 هجری قبل از جنگ قادسیه، عرب ها که تا مرزهای ایران رسیده بودن، حتی در سال آخر قبل از اینکه این جنگ اتفاق بیفته، موقعی که این بازار سالیانه بود، به اونجا شبیخون زدن و تمام اجناس اونجا رو بردن، که تو فردوسی هم در شاهنامه هم هست که مردم تیسفون خیلی ناراحت بودن از این مسئله. بله. و به دولت میگفتن که شما حتی نمیتونین امنیت ما رو در داخل بغداد بتونین حفظ کنین. و من در کتاب ها خوندم که اسمش هم از سانسکریت، اسمش بغداتاست. بغداتای سانسکریت که همون بغداد یا خداداد امروزیه. این مسئله که من علاوه شما استادی میبخشید، من فقط می‌خواستم اون چیزی که خودم میدونم توضیح بدم. بله سپاس. در مورد فدرالیسم من خیلی تعجب میکنم از جناب عاملی که ایشون طرفدار فدرالیسم هستن. ما ترس، من خودم آذربایجانی هستم. بله. من تاریخ خودم رو که دارم میخونم، ایران رو و به خصوص آذربایجان که میخونم، من میبینم همیشه گرگهای گرسنه‌ای هستن که دنبال هویت ملی و تمامیت ارضی ما هستن. بله. من نمیخوام ریشه یابی بکنم. ما میدونیم که ترک‌ها چه نظری دارن. جمهوری آذربایجان، جمهوری قلابی آذربایجان به وجود اومده، هم اسمش قلابیه، هم خودشون اصالتشون ایرانی هستش. زبان ترکی رو اونجا اومدن نهادینه کردن، با این که زبان اصلی اونجا فارسی بوده. ما بزرگان فارسی ادب ایرانی رو از بله. داریم کتاب خیلی اسم اینها رو ببینید. پوزش میخوام، ما وقتمون داره تموم میشه، خلاصش بکنیم. بله. منظور من این، اگر هم در ایران فدرالیسم باشه، فدرالیسمی که بر پایه مرزبندی‌های قومی، زبانی و دینی باشه، آغاز فروپاشی ایرانه. درست. تمام دوستان ما وقتی از فدرالیسم صحبت می‌کنن، آمریکا رو مثال می‌زنن یا آلمان. بله بله. اون آمریکایی که شما اونجا هستین، فدرالیسم که بر پایه مرزبندی قومی کنه. اصلا آمریکای گردن کلفت اینجا هست که جرأت داره به تفکیک که. ما اگه بیام صحبت بکنیم بگیم که کرد در این کشور، در این شهر اکثریت داره، برن اینم جزء کردستان بشه، اصلا یک نوع جدایی در پیش میاد از نظر احساسی. همه جا ایرانه. اگر میخوام تقسیمات کشوری طور دیگه بکنن، بخوام مسئولیت ها رو پخش بکنن که دولت مرکز مسئولیت کم داشته باشه، البته من با اینم مخالفم. ولی اگر این کارو بخوام بکنم، نباید برم نگاه کنم ببینن کی با چه زبانی صحبت میکنه، چه مذهبی داره، یا چه مثلا جزء کدوم تیره ایرانیه. بله سپاسگزارم. خیلی سپاسگزارم. آذربایجان غربی داریم، کلی هم کرد توشه، چه اشکالی داره؟ اگر هم میخوام فدرالیسم بکنم، همونجوری میتونه بمونه. بله خیلی سپاسگزارم. این باشه، این باعث تشدد و مخالفت داخل ایران خواهد شد. و به این مسئله با خیلی توجه کرد. خیلی سپاسگزارم. شب و روزتون خوش. در مورد بغداد، چون دیگه این یکی تخصص منه، ببینید این نام چهار معنی میتونه داشته باشه. خود نام از بغ به اضافه داد درست شده. خود بغ در زبان اوستایی یعنی خدا. بنابراین بغ رو میشه اگر به نام خدا بگیریم. داد دو معنی داره، یکی به معنی قانونه، یکی به معنی عدله. بنابراین بغ هم برخی معتقدن که قبلا باغ بوده. پس بغداد هم میتونه داد خداوندی باشه، یعنی قانون خداوندی باشه، هم میتونه معنی عدل خداوندی رو داشته باشه، هم میتونه معنی باغ دادگستری، باغ داد رو بده، باغ عدل رو بده، هم میتونه معنی باغ، یعنی باغ قانون باغ، قانون باغها بده، و هم میتونه بگه خدا داد، یعنی خدا این رو داده. بنابراین پنج معنی برای این لغت گرفتن: خدا داد، داد و عدل خداوندی، قانون خداوندی، باغ داد یعنی باغ عدل، و با قانون باغها. همه اینها رو معنی میده و همش هم پارسیه.
این هم در این زمینه. با سپاس از همه بینندگانی که زمانی از وقت خودشون رو به این برنامه دادن، خطایی که روشنه همه رو بعد از برنامه پاسخ خواهم داد. روز و روزگار بر شما خوش. با سپاس از آقای تونی ارجمند که با ما همراهی کردن و عکس‌های شایسته‌ای که استادان میگفتن نشون میدادن. همگی رو به خدا میسپارم. پاینده ایران، بدرود.